زنای ایرانی سالهای ساله که پشت خط آفساید یه تصمیم غیر فوتبالی گیر کردن. استادیوم فوتبال برای اونها منطقه ممنوع است، ولی هر آفسایدی یه راه فرارم داره. آپارات این هفته رو ببینید. سلام، حسن سلطچو هستم. خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. وقتی که فیلمسازی باشی که علاقمند به طرح مسائل و معضلات اجتماعی و خطوط قرمز در فیلمات باشی و تماشای فوتبال هم در جامعه تبدیل شده باشه به یه مسئله اجتماعی پیچیده، اون وقت به سراغ مسئله فوتبال بیلی. این کاری هست که جعفر پناهی کرده در فیلم آفساید. اما فیلم آفساید فقط درباره فوتبال نیست. او در این فیلم یه بار دیگه تصویری از جامعه ایرانی و وضعیت زنان در این کشور رو به دست میده. جعفر پناهی این فیلم رو بر اساس فیلمنامه‌ای مشترک با شادمهر راستین در سال 1384 ساخت. این فیلم هم سرنوشت فیلم‌های دیگر او رو پیدا کرد و امکان نمایش در ایران رو نیافت. با این حال جعفر پناهی با فیلم آفساید که پنجمین فیلم بلندش بود، حلقه موفقیت‌های درخشانش در جشنواره‌های جهانی فیلم رو ادامه داد و تونست خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین رو در سال 2006 برای این فیلم به دست بیاره و همچنین تحسین منتقدین و فیلم دوستان رو. در این برنامه فیلم آفساید رو خواهیم دید. به روال هفته‌های قبل برای بررسی این فیلم سینمایی از میهمانانی صاحب نظر دعوت کردیم که با ما باشن. پرویز جاهد منتقد فیلم از لندن با ما هست، مهدی تاهباز روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی از پراگ، همینطور ناصر زراعتی منتقد هنری و داستان‌نویس از گوتنبرگ سوئد. خوش اومدید همه شما به برنامه این هفته ما. به اتفاق بینندگان این فیلم رو می‌بینیم و بعد نقد و نظر شما رو میشنویم درباره این فیلم. فیلم رو ببینیم. آقا بذار شنه ببینم این چه میشه. من برم دیگه. کجا؟ بچه خدافظ، من رفتم. فرق به در باز کن برم دیگه. کجا؟ هی میشه میخوام پیاده میشم پیاده میشم. کجا میری؟ چاخ سبزار میبینی؟ کوچه ما اونجاه. بلدم از خیابون رد بشم. آقا مچه میشه شما همینطور پیاده میشه؟ شیخی نمی کنم. خدا خونمون همون کنم. سکر راست میگه دیگه. خونش همین بغله. مادرش هم داده دعات بود. چی بگم، بریم از خانواده‌شون مژدگانی بگیریم. بابا دختر به این باوشو پس بردیم. به خدا رو بگیریم. اونم شام بگیریم. حداقل شما بیاین آخر بازی اونجا ببینی. کتا شام چی؟ فوتبال چی؟ شما رو من میخوام ببرم منچرات بگیریم خونه ما. سخه بابا، سخه نگه، واقعا نمیشه بره. بس بره دیگه. تو چه غریبه نیستی؟ اصلا نمیشه. ما مسئولیت دارم. اسم همه شما رفته آمار. ما از اینجا بیچاره بدبخت میشم اگه یه شما چم بشیم. خب میدونم، تا تهشو خوندم. آره میتونم سوالم بپرسم؟ چه سوالی؟ میگم چرا تو استادیوم زنها حق ندارن بیان کنار مردو بشینن فوتبال ببینن؟
آخ خانم چرا شما نمیفهم؟ اصلا نمیشه زنم برن تو استادیوم کنار مردان غریبه بشینه. پس چرا تو بازی ژاپن که تو همین استادیوم من بود زن ژاپنی اومدن نشستن فوتبال دیدن؟ فرق داره، اونا ژاپنی بودن. آها، یعنی مشکل من اینه که تو ایران به دنیا اومدم؟ یعنی اگه تو ژاپن به دنیا اومده بودم الان میتونستم فوتبال ببینم؟ خانم چرا نمیفهم؟ اونها زبان ما بلد نیستن. اگه تماشای حرفای فوشی میزنن اونها نمیفهمن چه میگه. خدا وکیلی مشکل فقط فوش دادنه. نه، بازم نمیشه. اصلا نمیشه دوتا نمرم کنار هم بشینه. پس چرا تو سینما میشه؟ اون سینما فرق داره. چه فرقی میکنه؟ تازه سینما تاریک هم که هست. این کیه؟ تازه بالده؟ چه برگشتی؟ واسه چی برگشتی؟ دلم به حال گاب و گوسفنده سرکار سوخت. ولی تو به خاطر این برگشتی؟ با کیه دیگه؟ ول کن. ببینم تو همون تو بودی؟ آره. کجا نشسته بودی؟ پشت تیرک. اما جای من بهتر بوده. کجا بودی؟ جایگاه. بابا بازی تلفن. هیچی بابا، فا بدیم گل خوردیم دیگه، زده حمله میشه. بدبخت شدیم. مثلا همینجوری وایسادن نه دفاع میکنن، هیچ کاری نمیکنن. چوری نشدم تو؟ نه. این کاری رو نداشتم. بگو دیگه. چیه بابا 10 نفری از این ور میکنن اینطوری میرن این و دوباره همین 10 نفر از این ور حمله میکنن دوباره میرن این و هیچ کاری هم نمیکنن. آلمان بی آلمان. فیلم آفساید رو دیدیم، ساخته یه جعفر پناهی، کاری متفاوت با سوژه ناب و به که خلاقیت ها و همچور شجاعت های بیپروای فیلمسازش در طرح خطوط قرمز سالهای اخیر جامعه ایرانی رو درش به وضوح میتونستیم ببینیم. آفساید هم نشانه ها و المان های آشنای فیلم های دیگر جعفر پناهی رو با خودش داره. در این فیلم جعفر پناهی در مقایسه با کارهای قبلیش بیشتر به ساختار مستندوار در فیلمش نزدیک شده و همه بازیگراش هم نابازیگر هستن. فیلمساز مثل یه بازی فوتبال یه فیلم 90 دقیقه‌ای رو تقریبا درباره یه مسابقه فوتبال ساخته بدون اینکه صحنه مشخص از این فوتبال رو به تماشا بگذاره و ما رو هم مثل شخصیت‌های فیلمش از دیدن این مسابقه محروم می‌کنه. برای صحبت در مورد این فیلم مهدی طاهباز، پرویز جاد و ناصر زراعتی با ما هستن در این سینما. با اونها گفتگو رو شروع میکنیم و به روال معمول برنامه آقای طاهباز، فیلم آفساید هم مثل دیگر فیلم های جعفر پناهی حاشیه های زیادی رو همراه خودش داشت و حوادث زیادی برش مرتبط شد، از اونها برامون میگید کمی؟ قبل از اینکه بریم سراغ حاشیه ها، من خوشحالم وقتی مخاطبان این فیلم رو دیدن و وقتی ما قرار به این فیلم صحبت کنیم که ایران به جام جهانی صعود کرده و اگه ایران نمی‌رفت جام جهانی و ما این فیلم رو با این پایین درخشان می‌دیدیم یه مقدار حسرت‌بار می‌شد ماجرا. جعفر پناهی سال 84 رفتش سراغ آفساید، این بار رفت سراغ دوربین دیجیتال، فیلم بدون پروانه ساخت و سکوت خبری آغاز کرد. یه بخشایی از فیلم که حالت مستندگونه هم داره تو خلال بازی ایران و بحرین که خیلی بازی مهمی بود و اگه ایران اون بازی رو می‌برد به جام جهانی صعود می‌کرد، خلال اون بازی گرفته شده. همزمان با دو سه تا دوربین، یه دوربین هم میدون ونک مستقر کرده بودن و جاهای دیگه شهر که ریاکشن‌های احتمالی رو بگیرن. فیلم ساخته شد، به جشنواره 24 سال 84 ارائه شد و تو بخش مهمان و غیر رقابتی پذیرفته شد. فیلم نمایش داده شد و خیلی جعفر پناهی علاقمند بود که فیلم رو یک ماه قبل از شروع جام جهانی اون سال توی سینماها اکران بکنه.
قرار بود فیلم اکران بشه، همزمان شد با اظهارات آقای محمود احمدی نژاد که اعلام کرده بود که حضور خانم‌ها توی استادیوم‌های ورزشی بلا مانع هستش. این صحبت آقای احمدی نژاد ریاکشن و واکنش یک سری از مراجع رو به همراه داشت که اعتراض کردن به صحبت آقای احمدی نژاد و شرایط و فضا به گونه‌ای شد که آفساید امکان اکران عمومی پیدا نکرد. و ظاهرا به همین دلیل هم بود که نتونست راهی به اسکار پیدا کنه، درسته؟ به همین دلیل بود که نتونست راهی اسکار بشه و یه اتفاقی که افتادش انتشار نسخه قاچاق فیلم توی ایران بود. یعنی بعد از یه چند وقت نسخه قاچاق فیلم بیرون درس کرد و همه جا پر شد و دیگه رسما امکان اکران عمومی از این فیلم گرفته شد. خب آقای زراتی، فیلم آفساید برخلاف دو فیلم قبلی آقای پناهی لحن تلخی نداره، پر از طنز و تماشاگر سرخوش هست با فیلم. این تفاوت رو در چی می‌بینید؟ یا جعفر پناهی تلاش کرده که دیگه این فیلمش رو بتونه در ایران به نمایش در بیاره، امکان نمایشش رو فراهم کنه، یا اینکه نه قصه این رو میطلبه؟ فکر نمی‌کنم. یعنی مثلا اگر سرخوشی باشه فیلمی امکان نمایش بگیره، نه، به خاطر موضوع فیلم هست. یعنی به هر حال فوتبال و اون هیجان‌ها و فوتبال دوستی مردم، علاقه‌ای که دارن، یا اینکه حالا زن‌ها و دخترها دلشون می‌خواد برن تو استادیوم تماشا کنن فوتبال، و به خصوص پایان موفقیت‌آمیز فیلم و بعد اون سرود ای ایرانی که در پایان پخش میشه و اینها، طبیعتاً نمیتونسته غیر از سرخوشی چیز دیگه‌ای داشته باشه. و من فکر می‌کنم فیلمساز، حالا قبلش فیلمنامه نویس یا هر دوشون، افتادن تو پرحرفی. اشاره کنم مثلا نمونهش اون صحنه یه که اون دختر که لباس مثل پسراست، که حتی اون سرباز آذربایجانی اونو اول پسر تصور میکنه، میشینه و خب میزانسن قشنگه، این دوتا این طرف اون طرف اون نرده با هم یک گفتگویی میکنن و این خیلی به نظر غیر طبیعی میاد. اگه نگیم حالا با ساختگی، انگار که حالا قراره که این بحث مطرح بشه که چرا زنها نباید بیان توی استادیوم. شعاری روح هست. آره دیگه، نه. روحه. خب ایناست که من فکر می‌کنم که این فیلم رو، این کار از قوت خودش میندازه، به اضافه این که در پایان هم در واقع یه مقداری میاد و دوچار همین هیجانات روز میشه. این مسئله فوتبال مثلا میگم، اگر قضیه یه حضور زنها، حالا اون زمان اگر آقای احمدی نژاد نوعی مثلا غلبه پیدا میکرد بر اون آقایون و زنها میرفتن مثلا تو استودیوم ها، حالا یه گوشه یا یه جایی چیز میشد، اون وقت این مسئله به این شکل اهمیتش رو از دست میداد. فکر میکنم که این اشکال ها رو کار داره و ولی خب آره، فیلم شادی، سرگرم کننده است، کشش داره. ولی به این چیزی که شما میگید، به هر حال این که میگید به شعار نزدیک شده، تو اتفاقا توی همین دوره تاریخی، توی همین زمان هم کسان، در واقع رفتن زنان به استادیوم تبدیل شد به یک جنبش سیاسی گاهی، یعنی در واقع اعتراضات سیاسی در کنارش همراه شد، یا خیلی ها در واقع این رو کردن یکی از مطالبات سیاسی زنان توی ایران. با این حال فیلم اصلا به اون سمت نرفته، یعنی قصه شخصی این آدم ها رو میگه، از علاقه شخصی این دخترها میگه و هر کدومشون در واقع بحث شخصی رو مطرح میکنه. فیلم حتی به این ورطه نغلطیده که یک موضوع سیاسی بشه یا شکلی اعتراضی به خودش بگیره. داستان ها به نظر نمیاد اونقدر در واقع غیر واقعی باشن، خیلی شخصی هستن، صمیمی هستن و اتفاقا فیلمساز به نظر میاد که از این در واقع شکلی که شما میگید شعاری هست، تمام تلاشش رو کرده که فاصله بگیره. آره، ولی بخوای بیجوری بگیم، فیلم عمیقی نیست. آفساید فیلمیه که در سطح حرکت. خب بذارید نظر آقای جاهد رو هم بدونیم که ساکت هستن. در مورد این که آفساید با فیلم مهمی هست شکی ندارم، به خاطر اینکه روی مثل خیلی از کارهای آخر پناهی روی تابوها انگشت میذاره و تابوی در واقع ممنوعیت زنان از تماشای فوتبال یکی از بزرگترین تابوهای سینمای ایران و اصلا جامعه ایران هست و
توی ژانر فیلم‌های ورزشی اگر ما بهش نگاه کنیم، تنها فیلمی هست که در واقع اصلا مسئلهش ورزش نیست، مسئلهش اصلا یه فیلم ورزشی فوتبال نیست. قطعا فیلم به هر حال ما فیلم ورزشی کم داریم توی سینما ایران، ولی یکی از معدود فیلم‌هایی است که به هر حال پس زمینه‌اش ورزش، فوتبال بستر اصلی رویدادهای فیلمه ولی تمرکز فیلم فوتبال نیست، یعنی موضوع فیلم فوتبال نیست، موضوع فیلم همین که میگم محرومیت زنان هست و مبارزه اونها برای در واقع شکستن یک تابو، شکستن یک محدودیت و وارد شدن به یک حریمی که از اینا دریغ شده، در واقع یک فضای عمومی هست که زنها درش راه ندارن و حضور زنها در واقع به عنوان یک عنصر خطرناک در اون فضای مردانه تلقی میشه. این مهمترین در واقع ویژگی فیلم آفساید هست از نظر من. و اما با حرفای آقای زراعتی موافقم، فیلم مثل در مقایسه با طلای سرخ، در مقایسه با کارهای دیگه پناهی دایره اینها، خیلی فیلم شلی هست، یعنی شخصیت ها خیلی باورپذیر نیستند. از لهجه های مثلا اقوام خیلی بد استفاده شده، یعنی کلیشه‌ای به نظرم استفاده شده، شوخی ها خیلی سبک و خیلی در شوخی های دم دستی هن. اینا به نظر من لطمه زده به فیلم. و ولی به هر حال همه عناصر باز تماتیک فیلم‌های چیز رو داره، یعنی همین شکاف طبقاتی بین اون سربازها و در واقع قشر حالا مرفه‌تر جامعه که این دخترها هستند و اون رو نمایندگی می‌کنند و حالا مسئله‌شون مثلا فوتباله، اون زنی که ببین تضاد چرا اصلا اینجوری نیست، چرا مردی که ببین مسئله‌شون لااقل فرق نیست، ببین مسئله اون سرباز، یعنی میگم اینا کلیشه است، کلیشه فقیر و غنی در این سطح در سطح جاری هم بود. من چون احساسی نداشتم بزنم از آقای طاهباز بپرسم که مسئله فقیر و غنی باشه. بعد چرا وقتی که اجازه بدی، وقتی که سربازی که میگه من مسئله هم زمینه، من نمیدونم به خاطر شما باید اینجا بمونم و گوسفند دارم، نمیدونم اونجا زمینم داره خشک میشه، کاملا داره یک طبقه دیگه ای رو با همه اون طبقه مرفه هم نیستن، آدمایی هم که اونجا گیر افتادن اصلا اشاره نمیشه که اینا مال طبقه مرفه، نه الزامن، ولی مسئلهشون زمین نیست، مسئلهشون فوتبال، آره مسئلهشون چیز دیگه است، یعنی قشر متوسط. یه سرباز دیگه هم اونجا حضور داره، یه سرباز مشهدیه که اونم هم طبقه همون سرباز آذربایجانیه، آذریه و اون دغدغه فوتبال داره، اونم هم دغدغه است با اون دخترها. آره ولی اینا به نظر میاد کارکرد نمادین دارن، یعنی اون آدمی که حالا قرار مشهدیه به نظر من اینجا خیلی نمادگرایی کرده فیلمساز با شخصیت ها، اون مثلا داره نماد رسانه‌های گروهی ایران رو یه جور نمایندگی میکنه که حالا دروغ پردازی میکنن، روایت میکنن خودشون به جای اینکه به جای تماشاگر چیز دروغ میسازن و یا مثلا خود اون سرباز آذری بیشتر نماینده در واقع حاکمیت هست و تا زمانی که در واقع میتونه سعی میکنه با بحث و استدلال قانع کنه، وقتی نمیتونه به زور متوسل میشه. اینها یه ذره نمادگرایی کرده پناهی و این نمادگرایی ها روه جعفر پناهی دیده میشه. بحث شعاری بودن با صحبت جناب زراعتی موافقم، تو اون سکانس به خصوصی که اینها نشستن دو نفری و این داره راجع به دغدغش استادیوم رفتن اینو صحبت میکنه، یه مقدار حالت شعاری به خودش میگیره، اما با فرمایش شما موافقم، یه جایی خیلی ظریف فرار میکنه فیلمساز از شعار دادن که هر 5 تا دختری که اونجا گیر میافتن دغدغه‌شون فوتبال رفتنه، غیر از یکیشون که اونم به خاطر عشقش اومده، این به عشق دوستش پاشو اومده استادیوم. تو دو جای فیلم اشاره میشه که یکی از سربازا که سرباز تهرانی هم هست فکر میکنم، اشاره میکنه که یه سری دختر هم با روسری سفید اومدن که بازی رو نگاه بکنن. دو جای فیلم اشاره میشه که یه جا میگه که یه سری اومدن، بار دوم میگه که اینا رو آوردنشون یه جایگاه شیشه‌ای و از اونجا دارن بازی رو نگاه میکنن و قرار نیست دستگیر بشن چون رسانه‌های گروهی خارجی اینجا حضور دارن. و به نظر من اگه یه نفر از اون کسایی که هدفی غیر از فوتبال داشت وارد این جمع 5 نفره اینها میشد، فیلم ورته شعار میافتاد. ببینیم، من اجازه اینکه توضیح بدم در مورد اینکه گفتم در سطح حرکت میکنه. مثلا چند بار ببینیم این بحث، این که حالا در واقعیت هست، خیلی چیزا در واقعیت هست ولی به هر حال انتخاب فیلمساز دیگه. چند بار این شعار ایران بحرین رو مثلا چیکارش کرده، سوراخ سوراخش کرده، اینا میاره پایین، خب نازل میکنه. میدونم آره اینا رو میدونم، یعنی من نمیگم نیست، این از جای دیگه آورده، ولی این که وقتی این تکرار میشه من میخوام بگم که چرا گفتم سطح پایینه. یا فرض بکنید مثلا
رو نوع استفاده پناهی، خب یک در یه فیلم دیگه ای هم که باز فکر میکنم بادکنک سفیده، تقریبا همه لهجه های مثلا شهرستان ها و اقوام مختلف ایرانی رو توی دایره هم یه جورایی داره آورده و خب خیلی خوبم هست، ولی اینجا به نوعی اغراق شده است، یعنی اون مشهدیه دیگه داره خیلی بیشتر این کار می... یا مثلا واکنش اون دختر ظاهر مشهدی این کلامتون موتیف فیلمایی که پناهی هست، شاید تو اون فیلم کوتاهش هم سربازه مشهدیه، توی طلای سرخ هم سربازه مشهدیه، اونجایی که این دختری که لباس بیشتر پسر پسر پوشه میکنه چند دو بار یا سه بار به تمسخر میگیره اون قضیه زمین داشتن و گوسفند داشتن و این چیزای اینو، میدونی اینی که اینا رو مجموعه اینا رو وقتی کنار هم دیگه میذارین این قضیه رو سطح رو میاره پایین، حالون که اینا رو میشد پرداخت. ولی یه نکته هم هست که سربازه میگه که وقتی که اون دختر از دستشوی فرار میکنه میگه شما تهرانی ها خیلی بیمعرفتین، خیلی فلان، این دیدی فرار کردش، و وقتی که دختر بر میگرده دیگه این تهرانیایی که اونجا حضور دارن هیچ حرفی نمیزنن، هیچ جوابی نمیدن. خب بذارید از این بحث بگذریم، الان وقتمون کم هست. آقای تاپاس، اسم فیلم آفسایده، اسم با مسماییه نه؟ به اصطلاح فوتبالی آفساید وقتی اتفاق میفته که یکی از بازیکنهای حریف توی محوطه خودی و جایی قرار بگیره که هیچ کدوم از بازیکنهای خودی نباشن و توی محوطه باشه که نباید حضور داشته باشه. فیلم آفساید هم همینه ماجراش، زنها جایی حضور پیدا میکنن که اونجا نباید حضور داشته باشه، تو آفسایدن داور خطاشونه میگیره و به حال اینجا دیگه میبردشون زندان. آقای جاهد، فیلم باز خیلی وقتها دوربین جایی هست و اتفاقات در خارج از اون کادر میفته، توی این فیلم به خصوص خیلی بیشتر میبینیمش، یه اتفاقی توی استادیوم هست و ما، ولی دوربین اونجا نیست و ما از بیرون داریم میبینیمش و خیلی جاهای دیگه. فیلمساز به دنبال چی هست با طراحی چنین ساختار و صحنه‌ای برای فیلمش؟ من اولا که واقعا کلاری خیلی خوب کار کرده تو این فیلم، فیلم بردار درخشانی هست، کار ساده ای نبود به هر حال ساختن یک اثر ورزشی به این شکل که دوربین همش تحرک داشته باشه و شخصیت ها رو دنبال کنه. خب شکل تنها کلاری هم نبود دیگه، همکاراش هم بودن. در حال مدیر فیلم برداری به عنوان مدیر فیلم برداری کارش قابل تحسین هست. این یک. دو اینکه از نظر اینکه خب این استایل، یعنی سبک بصری پناهی هست که همیشه بخشی از واقعیت رو در واقع میسازه جلوی دوربین و بخش دیگر رو در خارج از قاب ما همیشه باید خودمون توی ذهن خودمون بسازیم، مثل تماشای فوتبال که عمدن اینجا در واقع نشون داده نمیشه ولی ما حالا یا اون با همزمان با شخصیت‌های فیلم، دخترای فیلم که اونها ممنوع شدن از دیدن فوتبال، باید در ذهن خودمون این بازی رو دنبال کنیم و با اون صداهایی که در واقع ساخته شده حدس بزنیم که چه اتفاقی داره تو اون زمینه میفته. این هاست که به نظر من مهمترین بحثش همین در واقع عدم نمایش یک کنشی هست که همه اینها به دنبال اونن، یعنی همه این آدم ها اومدن اونجا فوتبال ببینن در صورتی که هیچ کس فوتبال نمیبینه واقعا، و این دیدن و ندیدن به یک عنصر دراماتیک تو این فیلم تبدیل شده و تعلیق ایجاد کرده و پیشبرنده و پیشبرنده، یعنی نیروی محرکه داستان هست و از این لحاظ خیلی مهمه. اشاره کردید به فیلم برداری فیلم آقای کلاری و همطور نوع کاری که با دوربین انجام شده. آقای طاهباز، کار فیلم دوربین و در واقع فیلم برداری کارگردانی تو این فیلم از نظر شما چگونه هست، چگونه ساختاری داره؟ یک تلفیق بسیار به نظر من شاهکاری از واقعیت و نمایش، یعنی خیلی خوب تلفیق شده صحنه‌های واقعی با صحنه‌های بازسازی شده، به خصوص توی سکانس‌هایی که مینیبوس داره حرکت میکنه، چه ابتدای فیلم اینا دارن میرن استادیوم، چه انتهای فیلم که اینا از استادیوم برمیگردن و بعد میرن توی بین جمعیت و به جمعیت اینا میپیوندن. خیلی خوب به نظرم تلفیق شده این سبک مستند با سبک نمایشی فیلم. یه نکته دیگه من اشاره مثلا محسوس نیست، یعنی اصلا محسوس نیست. و یه نکته هم اشاره کنم راجع به پایان سرخوشانه فیلم که دوستان بهش اشاره کردن، من فکر میکنم که یک مقداری غیر ارادی بوده این پایان خوش فیلم. پایان خوش فیلم من فکر میکنم که بیشتر مدیون برانکو ایوانکوویچه، محمد نصرتی و تیم ملی ایران توی بازی ایران بحرین، اگه ایران تو اون بازی بحرین رو نمیبرد
من فکر میکنم این فیلم پایان دیگه‌ای پیدا میکرد، چون همون روز اینا داشتن پایان فیلم رو میگرفتن، قصه تا یه جاهایی نوشته شده بوده و اگه ایران اون روز اون بازی رو نمیبرد ما شاهد اون خوشی و اون شادمانی ملی بعد از بازی نبودیم و احتمالاً این دخترها سوار اون مینیبوس به یه جایی مثل منکرات منتهی میشدن و دوباره پایان تلخ. این بر بستری از یک حادثه کاملاً مستند به اینجا رسیده و این خوشبینی کاملاً درست هست اینجا در مورد فیلمساز. وزارتی اشاره کردیم به نقش سربازها و یک نکته خیلی جالب توی همه فیلم‌های آقای پناهی همونطور که آقای طه‌باز هم گفت حضور شخصیت سرباز هست، سربازی که همه جا حضور داره، غالبا هم سرباز شهرستانی هست و اومده و نماد قدرت شده و در واقع ابزار قدرت به شکل‌های مختلفی اون ابزار درست داره بله به شکل‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته. این سربازا چه کارن توی این فیلم؟ وسیله، همونجوری که اون سرباز آذربایجانی خیلی جاها حق میده به اونای دیگه، یا وقتی که با اون بچه‌ها بحث میکنه صحبت میکنه، یا اون جایی که اون پیرمرد برمیگرده میگه که تو خودت چی، میگه من مأمورم، مأمور معذور هستم. و اینکه حالا چرا پناهی اینطور این علاقه یا این نگاه، اینا یه چیزای ناخودآگاه در هر فیلمساز یا هنرمندی هست، من نمیدونم، شاید مثلا این زمانی خودش بگه، شاید اینکه از یک شهرستانی تو میای و یه سابقه ای داری، اینکه واقعا این مسئله سربازی برای روستایی ها و شهرستانی ها یه فاجعه است که بکنی یه کسی رو و بیاری دو سال از بهترین دوران زندگیش رو. ولی موضوع فیلم که نیست البته. من میخوام اینم که این چه کاره در واقع، این میاره شخصیت های سرباز هایی رو، یکی ترکی، یکی در مشهدی، یکی تهرونی، این لهجه ها در واقع اینجا چه کاره است؟ آجاد بذاریم بریم سراغ شما. انتخابی خب به هر حال به عنوان اگه یه قشر برای یه قشر مهم توی جامعه ایران نگاه کنیم، خب ترکیبی از اقوام مختلف از جاهای مختلف، ولی عموما قشر فرودست جامعه هستن، یعنی سربازا محروم ترین قشر جامعه اجتماعی جامعه ایران هستن توی فیلم‌های پناهی حداقل، یعنی آدم‌های مثلا سربازهای بچه پولدار نمی‌بینیم لااقل، چون اونا به هر حال احتمالاً سربازشون خریدن یا یه جورایی در رفتن یا توی آفیس توی دفتر زندگی می‌کنن، نمی‌دونم گماشته هستن، ولی توی چیز نیستن، همین مأمور در واقع اجرایی نیستن که با مردم سر کار داشته باشن، اینا رو بگیرن ببندن، نمیدونم بزننشون باتون بزنن، اینا نیستن، اینا همونایی هستن که از روستاها اومدن، از شهرستان اومدن و دوچار یک در واقع چیز شدن، بحران شدن، یه دفعه خودشون رو در یک شهر بزرگ دیدن پر از تضاد، پر از اختلاف طبقاتی و دارن این حس میکنن و نمیفهمن، نه اون فرهنگ رو میفهمن، نه اون سرمایه رو میفهمن و به شدت با اون در تعارضن و این تعارض این آدمها با اون فرهنگ اجتماعی خیلی دراماتیکه تو فیلم‌های پناهی. آقای زراعتی، شما گفتید که فیلم موفق نیست و اونقدر که شما انتظار داشتید نتونسته فیلمساز فیلم درخشانی برای انتظار شما حداقل بسازه، فکر می‌کنید که چرا نتونسته؟ من نگفتم موفق نیست، چون اگر بگم موفق نیست میگن این همه جایزه که گرفته موفقیت یعنی چیز، یا در این همه با کارهای قبلی شما میگید. عرض کردم فکر میکنم باز این تأییدی بر این میشه گفت حکم هست که وقتی به موضوعهای روز میپردازه یه حالا هنرمند یا یه فیلمساز، چون هنوز گرم ماجرا معمولاً کار خوب در نمیاد، باید زمان بگذرد. ولی خودش معتقده که فیلمش تاریخ مصرفدار نیست. آقای جاهد شما چطور فکر میکنید؟ میگید باز شما میگید که فیلم به موفقیت نبوده، چرا؟ من آفساید رو یه جوری ادامه فیلم مسافر کیارستمی میبینم، یعنی اونجا هم یه کاراکتر شخصیتی داریم که میخواد بره فوتبال ببینه و نمیتونه و حالا اون به هر حال به دلایل اجتماعی و فقر و ایناست و زن دیگه نیست، مسئله‌اش اون نیست، ولی از نظر فرم، از نظر در واقع استراتژی داستان خیلی شبیه. من میخوام ببینم که چه فکر میکنید که چرا نتونسته اونجوری که شما انتظار داشتید موفق باشه. من عرض کردم بیشتر به خاطر در واقع همین روابطی که ساخته، این کار شخصیت هایی که انتخاب کرده، بازیگرا خیلی سستن، بازیگرای دخترها بعضیاشون واقعا، مثلا اون دختری که نقش همین که میخواد نمیدونم دوست پسرش، یا خیلی خیلی باسمه ای بازی میکنه، خیلی خب نوجوان هایی هستن که تو سن رشد، آره یعنی اینا به ما در مقایسه با بازیگرای دیگه، نابازیگران دیگه ای که در فیلم های دیگه پناهی بازی که مثل دایره، مثل طلای سرخ مقایسه میکنیم،
خیلی ضعیف‌تر هست. پس شما مشکل رو در نابازیگرا میدونید. بیشتر نابازیگرا. اوکی. من اتفاقا اعتقاد ندارم که فیلم سطحی هستش و همه چی در سطح میگذره. به شدت فیلم به نظرم تعریف سینمای ملیه، یعنی سینمای ملی که میگن حتما نباید یه حوزی نشون داده بشه، یه چند تا حجره اونجا باشه. مختصات جامعه ایرانی رو ما داریم میبینیم توی این فیلم و سوژه ژورنالیستی فیلم هم که این انتقاد وجود داره که ممکن تاریخ مصرف داشته باشه. آره خداداد عزیزی دیگه توی ملی ایران بازی نمیکنه الان، از اون جهت که نمیتونیم بگیم چون تاریخ مصرف ولی ندارد داره یه برهه‌ای از تاریخ ایران رو ثبت میکنه. دو سال دیگه ممکنه زنها اجازه پیدا کنن برن استادیوم، ولی 30 سال زنها نتونستن برن استادیوم و این ثبت تاریخ به نظر من ایران هستش. خیلی ممنونم. خب امیدواریم که باز هم امکان دیدن فیلم های دیگری از جعفر پناهی به وجود بیاد، او فیلم های بیشتر و بسیار بیشتری از جامعه ایرانی بسازه و ما بیشتر از طریق نگاه این فیلمساز جامعه ایرانی و محیطی رو که درش زندگی میکنه بشناسیم و آشنا بشیم. محدودیت ها و محرومیت هایی هم که برای این فیلمساز در نظر گرفته شده رفع بشه، فرصت بیشتری برای گفتگو در مورد این فیلم و همچنین فیلم های دیگر جعفر پناهی نیست. وقتمون در اینجا به پایان میرسه، اما شما میتونید که این بحث رو ادامه بدید از طریق راه‌های معمول برنامه ما، از طریق صفحه آپارات در شبکه اجتماعی فیسبوک، اونجا در بحث‌های مجازی که برقرار میشه درباره فیلم‌ها شرکت کنید، نظرتون رو بگید درباره این سری از برنامه‌های ما و همچنین فیلم‌های جعفر پناهی، این فیلمش، نظرات کارشناسان برنامه، و ما رو هم در جریان بگذارید که شما چطور فکر میکنید. راه دیگری که با ما میتونید ارتباط بگیرید ایمیل برنامه هست aparat@bbc.co.uk. اگه اطلاعات بیشتری هم در مورد فیلم ها میخواید سر بزنید به وبسایت بی بی سی فارسی صفحه آپارات به آدرس bbcpersian.com/aparat. از پرویز جاهد، ناصر زراعتی و مهدی تاهباز برای حضورشون تشکر میکنیم و ابراز نظراتشون. امیدوارم که شما هم استفاده برده باشید. تا فرصتی دیگه و برنامه دیگه از مجموع برنامه های آپارات به اتفاق میهمانان برنامه، بدرود و پاینده باشید.